حالا شب مسافرت کردین؟ به خاطر عشق کامران شب و روز برام فرقی نمیکنه. میرم تا بهش برسم. فکر میکنی اون به خاطر من امشب تا صبح بیدار میمونه؟ معلومه. بیچاره کامران از دیروز که رفته اصفهان به خاطر شما نه تنها موجه به هم نزده، بلکه داره دقیقه شماری میکنه که شما برسین پهلوش. شاید هم فکر کرده شما تا حالا عروسی کردین و از غصه شما الان خودش نفله کرده. چی میگی؟ هیچی بابا، شوخی میکنم بهش قول دادم. بابا شوخی میکنم بهش قول دادم امشب تا صبحم شده شما رو بفرستم اصفهان. راستی مراسم عقد که انجام نشد دیگه چی؟ اگه یه خورده شل داده بودم پدرم تصمیم داشت مراسم عروسی هم یه امشب انجام بشه. هر دفعه که آقا میخواست خطبه رو بخونه یه کلکی زدم. یه دفعه گفتم سرم درد میکنه، یه دفعه خودم رو به دل درد زدم، تا بالاخره اومدم تو اتاق خودم و در از تو بس ما از پنجره پریدم بیرون. در حال نقشه که کشیدیم توالش خوب انجام شد. فقط دلم راضی نمیشه شما تنها بری. حاضرم بیام تا اصفهان شما رو برسونم و برگردم. نه تو نباید بیای احمد، تو فردا باید بری دانشگاه. همینقدر که این ماشین رو برام تهیه کردی ازت خیلی ممنون. من و کامران سالاس با هم دوستی، مازنم بیشتر از اینا کمکش کنم. باشه تنها بریم. کاش میدونستم دو مادرنا چه حالی داره. چیه جونم قربونت برم الهی مادر. بگو عروس داره با کن من جانم میخوام. الان دیگه در باز کن. دخترم نسرین در باز کن. بیا بیرون اینقدر آب رو ریزی نکن. نسرین جون من مادرتم، بیا بیرون. من دارم با حرف میزنم. عروس خانم من دومادم با حرف میزنم. بگی من چیه این بیدارم؟ به خدا این نهی بیرون به جون عجون خودم میکشم. این حرفا چیه میزنی ماما؟ کشتن یعنی چی؟ میخواد بیاد بیرون میخواد نیاد. نه عجون باید بیاد بیرون. عجون تو بهش بگو بیاد بیرون. تو بهش بگو عجون. دختر پرفیس و افاده اینقدر پسر منو اذیت نکن. بلند شو بیا بیرون. شوهرم اینقدر پول برای بچه‌م گذاشته که میتونه 100 تا مثل تو رو بخره و آزاد کنه. نه جون من فقط نسرینی میخوام. دعواش نکنی اوقاتش تا چرا دعواش نکنم عزیز دلم؟ 500 هزار تومان مهریه خیلی پوله. به هر دختر خوشگلی بخوای بدی با جون و دل میاد زنت میشه. نسرین اگر نیای بیرون درو میشکنم. اجازه میدین؟ هرچی مامان جونم بگین. لازم نیست سر بشکنی، بهتره به دخترتون بگین دست از این خلبازیاش بردار و بیاد بیرون. بله بهتر از زودتر تشریف بیاورم دفتر را امضا کنه. آقا یه لحظه دیگه پیدا کرده گمنم تو همینه. خدا کن عجون الان داره وا میکنن. میشه عروس نیاد بیرون من برم همونجا باش عروسی کنم؟ نه عزیزم باید بیاد بیرون. اول صیغه عقد باید جاری بشه. خوب صیغه رو صبح جاری میکنه. نه داره نمره یه دوازده میخواد. من زن آفرین داره وا کنید. من میخوام اینم باش عروسی کنم. زن جونا زن جونا عجون زنم کجا رفتی؟ کجایی زن جونا کجا رفتی؟ مثل اینکه عروس خانم فرار کرده. چای خدا برون رفت. زود زود برین تو خیابون هر کجا هست پیداش کنی. زود باشین. عروس فرار کرده. این چجوری فرار کرده؟ از پنجره پرد در تو خیابون. خدا رحمت کرده. آقا چرا زنم فرار کردی؟ من زنم میخوام. گریه نکن عزیزم، بلند شو بگی، بلند شو بگی. خاک بر سرتون با این دخترتون. شما ها لیاقت پسر منو نداری. فردا میگردم 100 تا دختر قشنگتر از این واسه پیدا میکنم. حالا امشا من چیکار کنم؟ گریه نکن جون، چیزی که فراوون دختر خوش. من زنم بی ارزه ها خودشونو مسخره کردن. خاک بر سرشون با اون دخترشون. چطور با این عروسی کنم؟ نه مادر بیا بریم، اینا همشون سر و پا یک کردن. نه قربونت برم. بیا بریم مادر، بیا بریم عزیزم، بیا. اوه مخم تو ریکید خودم.
چطور شد پیداش کردی؟ از اینجا نسته خانه آب شده رفته تو زمین. تمام تخشیر اون پسری گشنه است که عقل دختر منو عوض کرد. کجا معلوم الانم نرفته باشه اونجا؟ کجا؟ خونه کامران. درسته. کامران کجا بودی؟ مگه نرفتی اصفهان؟ نه، طاقت نبردم. نیمه سالا تو قهوه خونه وسط را منتظر بودم ببینم تو چی کار میکنی. وقتی دیر شد فهمیدم نتونستی نقشتو عملی کنی و عروسی نسل این تموم شد. منم اومدم و تصمیم گرفتم اگه به قیمت جونم هم تموم بشه مانع عروسی اون بشه. ای داد بیداد، آخه من امشب باید یه نفر کشته بشه، یا من یا اون مجونی که به اسم داماد میخواد سعادت منو ازم بگیره. من اومدم فقط همینی به تو بگم و برم. خدافظ. کامران صفا کجا داره میری؟ ببین چی میگم. نسرین رو من با هزار زحمت یه ساعت پیش فرستادم اصفهان. تو راست میگی؟ یا اینکه داری شوخی میکنی؟ چه شوخی دارم با تو بکنم؟ من که با تو قرار گذاشتم این کارو بکنم. نسرین بیچارم با هزار زحمت فرار کرد، الانم تو جاده اصفهان تک و تنها تو بیابونا داره میره. خدایی ممکنه همونا باشن. صبر کن از پنجره ببینم. یه دقیقه صبر کن. جناب سرباز، جناب سرباز، من چی میدونستم؟ چه میدونستم یه همچین بلایی سرم میاد؟ کامران، پدر نسرین و چند تا پاسبان یه افسر اومدن اینجا. اینجا چیکار دارن؟ خب این که معلومه چیکار دارن. میدونی این پدر نسرین به تنها کسی که مظلوم بشه توی لابد فکر کرده دخترش که فرار کرده صاف اومده اینجا. اصلا چه خوب شد که اومدن. میان اینجا وقتی میبینن نسرین پیش تو نیست، خیالشون کاملا از طرف تو راحت میشه و میرن. اون وقت بعدش تو هم یه سواری میگیری و فورا خودتو میرسونی به نسرین. خوبه؟ فکر میکنم. دیگه فکر نداره. خیلی طبیعی بشین و مشغول مطالعه بشو. انگار نه انگار که آب از آب تکون خورده. بشین من درو باز کنم. کی بود؟ بله. کامران تو خونه؟ خب بله. خواهش می‌کنم بفرمایید جناب سرباز. نماینده دادستان. میگم بفرمی تو. بدبخت، همین پسر است جناب سر. بلند شید. اسم شما کامرانه؟ بله. شغلتون چیه؟ دانشجوی سال چهارم حقوق. میبینین که نزدیک امتحانات و دارم با دوستم احمد درس حاضر. آره. شما دختر ایشونو میشناسین؟ بله، یه وقتی با دختر ایشون آشنا بودم، حتی تقاضای ازدواجم کردم، اما چون دانشجو بودم پدر ایشون مخالفت کردم. خب بندم منصرف شدم. درست احمد؟ آره آره. شما در حال حاضر میدونین دختر ایشون کجا هستن؟ من؟ دختر ایشونو؟ والا من چه میدونم؟ ایشون پدرشونن از من میپرسین. ولی دختر منو تو فریبش دادی، دختر منو تو قایمش کردی. جناب سرباز دستور بدین تمام خونهشو بگردن. بله، برای اینکه بیگناهی من ثابت بشه همه جا رو بگردید. برید بگردید. اتاعت بابا. شما میدونستین امشب عروسی دختر ایشونه؟ امشب؟ عروسی دخترشون بوده؟ خب مبارک باشه قربان. و تو به جنس بدن اطلاعی نداری؟ اوه، جان عزیزتون اگه من میدونستم. به همین قبله اگه من خبر داشتم. نامسلمون قبله از این طرفه. به هر حال اگه معلوم بشه که دختر ایشونو شما فریب دادین و فراریش داده باشین و یا در محل دیگه قایمش کرده باشین، براتون خیلی گرون تموم میشه. میدونم جناب سروان، مطمئن باشین. وقتی ایشون حاضر نشدن دخترشون رو به من بدن، خب منم پامو کشیدم کنار رو برای همیشه فراموشش کردم. قربان، همه جا حتی پشتبونه رو هم گشتیم اما هیچ کس رو پیدا نکردیم. بسیار خوب. آقای داراب، فعلا چون مدرکی پیدا نکردیم نمیتونیم ایشون رو جلب کنیم. فقط برای رفع سوء تفاهم از آقای کامران و دوست محترمشون خواهش میکنم تا فردا صبح از خونه بیرون نرن. ممکنه؟ بله جناب سروان. بسیار خوب، بسیار خوب جناب سرباز. ولی من قسم میخورم که کار همین پسر است. مطمئنم دخترمو یه جایی قایمش کرده که بالاخره امشب بیاردش همینجا. بسیار خوب، برای اطمینان شما میگم یه پاسبان تا صبح همینجا کشی کنم. بعد صبح چی؟ میگم مامورین ما تا چند روز مواظبش باشم. گاومون زایید. خیلی بد شد. نسرین چی میشه؟ قصدشو نخور، اون که آدرس خونه خواهرتو داره، یه راست میره خونه خواهره. تو هم فردا صبح برو اصفهان. خدای من، آخه یه دختر تک و تنها تو بیابون ممکنه اتفاقی براش بیفته. همش دلم داره شور میزنه. ماشینه بی
بنزینی دادی به من. تو ببینی زودی اینه اینجا چی میخوام؟ خب معلومه نسرین رو میخوام. پس من حالا چجوری برم اصفهان؟ فعلا بیا بریم ببینیم چی میشه، بلکه یه جوری گامشون کنیم. بیا خزا عجب لوبتیه. چی میخوای؟ ما چیزی نمیخوایم، اومدیم ببینیم شما چیزی نمیخوای. نه 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 متشکرم، من بنزین تموم کردم. شما بنزین داری؟ کامیون ما گازوئیل داره، به درد شما میخوری؟ نه مرسی، شوهرم رفته بنزین بگیری بیاره، الان میاد. اون قهرمان بوکسه. پس ما هم قهرمان تو هستیم، پس تو بانو بریم که فایده نره. چون به سیبیلای من چی کار داری؟ اسباب بازی دیگه نیست، بری باش بازی بکنی. برو بزرگای ننت بازی کن. مامانم خوابه، بیدار میشه. مگه تو خواب نداری؟ داشتم، تموم شد. حالا یه چیز دیگه دارم. چند دفعه بابا؟ سلفر بول گرفتی؟ من دیگه نگران نمیدارم. پس اقلا سیبیلا با ول کن ریش هم بچیز. آخه تو که ریش نداری؟ با گوشان بازی بکن. آخه دراز که نیست. کاش یه اولاق برات خریده بودم. صبر کنم این چیه داره دست تکون میده. انگار یه پیرزنه. تو از کجا فهمیدی که پیرزنه؟ اگه پیرمرد بود که اینطوری روش نمیگرفت. قربونه برم که فهم و شعورتو فقط از بابا به ارث بردی. من میرم ببینم پیرزنه چی میگه و برمیگردم. شلوغ نکنه مامانو بیدار بشه. آقای باشعور، کی از سر صدای تو بچت خوابش میبره؟ برو ببین پیرزنه چی میخواد، زود برگرد. ببخشید مادر، چه فرمایش دارین؟ معذرت میخوام، مثل اینکه بنزین تموم کردم. راننده ماشین کجاست؟ خودم هستم، مگه عیبی داری؟ نه مادر، زنهای امروزه آپولو هم سوار میشن. حالا مطمئنین که بنزین تموم کرده؟ درست نمیدونم. خب عقربه که نشون میده، اجازه من ببینم. توهین میکنم؟ یه زود باش دیگه شهری. اومدم. بالاخره بنزین تموم کرده. بله همشه، والا منم بنزینی یه دکی ندارم به شما دارم، اما تو باک ماشین یه مقداری هست. میرم با شیلنگ ازش در میارم بدون میدم. تا برسیم پمپ بنزین زیاد دور نیست. بی زحمت شما بیان در باکو باز کنیم تا من بیام. اگه یه دختر جوان تو اون ماشین بود چقدر معطل میکردی؟ اون دیگه معطل نداره. سوار ماشین اون دختره میشدم و تو بچارا تنه میذاشتم و پلنگ رو میبستم میرفتم. غلط میکردی، چشماتو در میاوردم. این پیرزنه عجب ساقای خوشگلی داره. چه خبرتی؟ چرا ما دست پاچه شدیم؟ بپاش شرط ما توی چشت نره. به خاطر پیرزن؟ بده من پیرزن، هنوز نتونست یه در باز بکنیشون. این شما که پیرزن نیستی؟ از ترس شما مرد خودم ولی پتو پیچیده. یعنی حتی از من زن به چه دار؟ مرد همشون تشنه، چه مجرد باشن، چه مثل شما زن و بچه داشته باشن. زبون موها رو بزن گخ داره. حالا دیگه ادا منم در میاری. بفهم مادر، ببخشید دختر خانم، راستی چند مرتبه پشت سر هم با پادو گاز بزنیم 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 تا ماشین روشن بشه، فهمیدی؟ خدافظ پیرزن. پیرزنه 20 ساله؟ متشکرم آقای شریف. احسان شریف، مدیر و مؤسس کارخانه شیر پاستوریزه گلدشت اصفهان.
تو بنزین نداشتی چرا این همه دادی به پیرزنی؟ اگه خودمون تورا موندیم چی میشه؟ مهم نیست، آدم باید به همراه خودش کمک بکنه. الان میرسیم به پم. پیرزنه بیچاره بود. ماشاءالله پیرزنه چه دست فرمونی داره. تو یاد بگیر. مدخرف نگو. چشم. آو ول کن دیگه این بیساب شده را دونه دونه همه رو کندی. برسیم به سوست ته میزنم. خب منم این کارو میکنم که بزنی. چند تا بزنم؟ پرش کن. چشم. ای وای کیف پولمون جا گذاشته. چی کار کنم؟ آخه واجب بود تمام بنزین رو خالی کنی تو ماشین اون پیرزنه؟ خب چی کار کنم؟ حواسم رو خودمونم بنزین نداریم. بگو حواسم تو ساق پای پیرزنه بود. فیرز جون تو چه خبر از حس انسان دوستی من داری که؟ چرا هر وقت یه زن میبینی حس انسان دوستیت گل میکنه؟ اون چه زن نبود، پیرزن بود. از حالم که تو پولم رو جا گذاشتم. آهان اومدش، اون که داره ماشینش رو مال میده دادرش همین. آره. زودتر بنزین بزنین و بیاین. پول بنزین منو داده شمیده. خدافز. به سلامت هم شده. خوش اومدی. این دیگه کی بود؟ اون پیرزنه بود دیگه. من یه پیرزنم فهمیدی؟ بابا جون. چیزش کجاست؟ آقا اینو پرش بکن تا هم برم به چرا خالیش بکنم. اینجا نیست. ها اونجاست. آقا پر شد، بیایی ماشینی دونو بزنین کنار ماشین معطله. زود بشو بردون. خیلی خوبی خود سب کن. چقدر بشه؟ میشه 60 تومن. 60 تومن؟ 50 تا برای شما زدم، 50 تا واسه آباجینو. آباجین دیگه کیه؟ همین خانم که الان با شما خداحافظی کرد و رفت. قلعه چنین آباجی من نبود که. دروغ گفت، عجب حق بازی کل وزاریست. تو را بهش رو دادی، حالا باید هم این کلا رو سرت بذاره. تا تو باشی دیگه اینقدر حس انسان دوستیت گل نکنه. از حلقومش بکشم بیرون. خجالت نمیشی زن که پیچش مرد. کلا سر من اسفاولی میذاری؟ یعنی برو اصلا کار خیر نمیشه کرد. الان میگیرمش. غیر از این که پول بنزین ازش میسونم، اون بنزین مجانی هم که بهش دادم پولش میسونم. ای بای میتا بچه هم کجاست؟ بایی تو مسترا جا بود. بچه‌ها گفتم گرمی نکن، الان بابا میاد گریه نکن. بابا جون آخه دسته خودت، زهره ما رو بابا جون. نه ما ساعت آدم نمیشه از این کارا داشته باشه که دیگه تو اسفان جایی نگر نمیذارم و یاد بار تو باشه. خیلی ازش عقب افتادی. بالاخره میگیرم استعب بکن. چی بود؟ هیچی پوچید. چی؟ تایه؟ پس من پیاده بشیم. بابا چی من میتونم برم بقیه کارمو بکنم؟ رو رو برم بهتره که بابا. معلومه چی گفت کردی؟ این ماشین چی بود تهرون خریدی؟ نزنین، کسی تو خونه نیست. رفتن. کجا رفتن؟ رفتن مشهد زیاره، یه هفته دیگه میاندش. شما دختری چی هستین؟ دختر آواری. بیچاره دلتون میخواد بیان بالا؟ منم اینجا تنها گم شو کچم. چه سلپ قربونت بشه. آخه قربون اسمان خودمون. میخوای بگردی پیرزنه رو پیدا بکنیم پول بزنیم؟ نه برو خونه. کجا میخوای دنبال پیرزنه بگردی؟ سلام خانم. سلام آقا. یه اتاق میخواست. تنها هستیم. خواهش میکنم مشخصات خودتون رو بنویسید. شناسنامه خدمتتون هست؟ بله.
لازم داریم؟ نه خانم، چون تنها هستیم وظیفه داریم سوال کنیم. متشکرم. اساسی داریم؟ بله، یه چمدون تو ماشین. ابراهیم، زود ماشین خانم بذار تو پارکینگ. چمدونشون هم ببر اتاق 400. اخبار، اخبار روز، خبرهای مهمان، مجاهد، اولیا، روزنامه‌های محلی، روزنامه‌های پایتخت. بشه تابید. همینجا پارک رو ببینم. آی اطلاعات کیهان، اطلاعات هفتگی، بانوان، آیندگان. وای میگه حالا میاد در واکونت. توفیق، سپید و سیاه، تهران مصور، اصفهان، زن رود، صبح امروز، صبح فردا، صبح پس فردا، راهی نجات، اصفهان، کیهان، آخ جون، اوم، هستی، مغزی و سخون، زندگی، تمام وجودم رو بدم خدمت دو. بدش منو برو، امروز هوا خیلی پسه. چی راش برو؟ کجا برم؟ من میخوام تا غروب چند مرتبه دیگه بیام روزنومه بیارم تو رو ببینم. میشه داغا اینجا؟ اه؟ میگه از که امروز بده؟ عجب آقای بی خیر و بری چطیه است؟ بر سرخری بعد لعنه؟ به جد آباد لعنه، به هیکلت لعنه. پس خیال داشتی من همیشه تهرون ببونم که تو شب روز روزنومه بیاری در این خونه؟ من میخوام ببینم این اطلاعات که هر روزی چند مرتبه چاپ؟ والا اطلاعات که هر روزی یه مرتبه چاپ میشه. بعضی وقتا که خبرها داغ باشه روزی دو مرتبه هم چاپ میشه. خیلی داغتر که باشه روزی سه مرتبه چاپ میشه. پس تو چرا روزی ده مرتبه میای در این خونه روزنامه میفروشی؟ اینا دیگه فوق العاده است. میاریم آقا بگو میای اینجا فوق العاده با زدی کلفت من لات بزنی تو. با کلفت شما نه خیر جون شما، من فقط اشتباه میکنم. میدونی آقا روزنامه فروشی کاری خیلی مشکلیه. مثلا من میام روزنامه شما رو میدم، میرم سر کوچه روزنامه همه خونه رو میدم، برمیگردم از اینجا رد میشم، شک میگیرم نکنه روزنامه شما رو نداده باشم. دو مرتبه زنگ میزنم یه روزنامه دیگه میدم و میرم. به جون شما من بدبخت به خاطر همین اشتباه روزی کلی ها تو در این خونه شما ضرر میدم و میرم. ببینم فقط خونه من اشتباه میکنه یا هر جا کلفت خوشگل داشته باشن؟ نه آقا، میگه من چش داشتی به کلفت های مردم دارم یا کلفت ندیدم؟ من سبتاشون تو کلفت قلق میخورن. فقط میدونم چرا همین خونه رو اشتباه میکنم. خیلی خوب، من همین حالا ذریعه از این خونه بیرون میکنم ببینم تو دیگه اشتباه میکنی یا میمیشی؟ نه آقا، بیرونش نکنی، من قول میدم دیگه اشتباه نکنم. نه آقا دیگه اشتباه نمیکنم، خداحافظ. شما ذریعه بیرونش نکنی، منم دیگه اشتباه نمیکنم. میگه من مرض دارم که اشتباه بکنم. خدا حافظ آقا، بیرونش نکنین دا، منم دیگه اشتباه نمیکنم. سر شما کم نشه. آره با پومه مرم. یه مرتبه دیگه این روزنامه فروشی رو در این خونه ببینم از خونه بیرونت میکنم. مگه خودم دست و پا چلفتیم؟ چراغ که به خونه رواست به مسجد حرومه. دختر گنده پدر. کیهان، زن روز، بانوان، به قربونت برم، در و با کون. ای بابا باز برگشتی؟ پس به خیله ترسیدم و فرار کردم. ذریعه فکر میکنی عشق خونومی بی خودیه؟ من روز 500 شماره باید ببرم در خونه مردم بدم. حاضرم به خاطر تو هر 500 شماره رو بیارم بدم به تو. تو غلط میکنی. بازم از رو رفتی یا برگشتی؟ حالا بیا چی میخوای بده ای در خونه؟ آقا اون بدم روزمه فردا رو بدم و برم. روزمه فردا که هنوز در نیمده. راست میگه روزمه فردا در نیمده. برم چاپونه بینم در مده. برم میکنی؟ حالا حسابه ده برسم. خبری مهم، قرار یه روز اومد فروش لذت بیشید فروش. ببخشین آقا، شیر گاو داری؟ پس شیر خودم رو دارم. حسین ببین چی میخوام. چشم آقا. اطلاعات کیهان، اطلاعات کیهانه. بیا بگی بده آقا. آقا برای اینکه دیگه دست من دلخور نباشین از امروز روزنامه رو میارم همینجا. بارک الله. قول شرف میدی؟ بله قول شرف. فقط مجله رو میبرم در خونه. بفرمایید. این ناغلا خودش است، خود بنزین دوزش است. عکس فوق متعلق به دختری است که با لباس عروسی شب قبل از خانه این داماد فرار کرد. پدر این دختر و همچنین مقامات انتظامی از کسانی که اطلاعی از صاحب این عکس دارن تقاضا می‌کنند
به نزدیکترین مرکز انتظامی و یا به تلفن 41-807 اطلاع داده و مژدگانی قابل توجهی از پدر دروغگو دریافت. شیر پاستوریزه گلدشت اصفهان. خداحافظ. فروشگاه شیر پاستوریزه گلدشت اصفهان. خودم هستم. من همون دختری هستم که تو جاده تهران اصفهان به من بنزین دادی. ای بابا بده. خوبی بهت نمیدس. چرا سیتون یه کلا سر من گذاشتی؟ من قصدم کلاه گذاری نبود. باور کنید من پول همراه نداشتم. معلومه دیگه. دختری که با لباس عروسی فرار بکنه سرنوشتش به ترزین نیست؟ پس شما هم داستان منو میدونی؟ بله، عکس من الان تو روزنامه جلومه. دلم میخواست میدونستم کجای فوراً تحویل دادم و تلافی بنزینا رو در میآوردم. مانعی نداره. من آدرسمو میدم به شما که شما به پولتون برسید. اما من روی شما جور دیگه ای حساب میکردم. فکر میکردم وقتی علت فرار منو بدونی میتونین کمکم کنی. خیلی خواب قره نگیر. به کلانتری خبر نمیدم. عجب فیلمی هستی ها. دیگه برام بی‌تفاوت. آدرسم رو بهتون میدم. میتونین به پلیس اطلاع بدین. اما بدونین قبل از اینکه پلیس منو دستگیر کنه من خودم رو از طبقه شهرم انداختم تو خیابون. نه این کارو نکنین. گفتم خبر نمیدم. پول بنزینم بخشیدم. به هر حال من تو هتل عالی قابو طبقه چهارم اتاق 401 هستم. اگه وجدانتون اجازه میده میتونین چند دقیقه بیاین اینجا و بشنیدن داستان من. به خاطر خدا کمکم کنین. اما اگه با پلیس بیاین مطمئن باشین فقط لاش منو میبین. چش دختر جون، میام هتل هر کمکی از دستم برات انجام میدم. اما حالا نمیتونم. میخوام برم تا گاوداری کار دارم. 8 بعد از ظهر خدمت میرسم. مهم نیست. مهم اینه که شما هر چی زودتر کمکم کنین. من تو ساعت 8 صبر میکنم. اگه یه دقیقه دیرتر اومدید مجبورم خودم از زندگی خلاص کنم. باشه. 8:01 شد، قراره اون باشه اون دون. من مخصوصا شما رو خونه خودم دعوت کردم که کمکم کنید. من چه کمکی میتونم به شما بکنم؟ این دو روزه هر کجا که میرم یا پلیس تعقیبم میکنه یا نوکرای شما. آخه من چه میدونم دختر شما کجا رفته؟ گوش کنید آقای کامران. من و شما هر دو این دختری رو به حد پرستش دوست داریم. شما اونو دوست داری که سعادتمندش کنی. منم پدرشم. میخوام که خوشبخت بشین. شما هیچ وقت خوشبختی دخترتون رو نمیخواین. چون عملا اینو ثابت کردین. شما میدونستین که من اون اصین همدیگر رو دوست داریم. اما به خاطر اینکه من یه دانشجوی فقیر هستم با عروسی ما مخالفت کردین و دخترتون رو با زور تهدید بغد توفیه در آوردین که هنوزم تا مادرش براش لالایی نگه خوابش نمیبره. تنها موجودی بانک برای شما مهم بود که دخترتون رو باهاش معامله کردین. من دخترم رو معامله نکردم. نسرین عقد نکرده فرار کردی. مگه شما اینو نمیدونستین؟ نه. نظر با این موی سفیدم جلوی پای شما زانو بزنم و گریه کنم. فقط ازت خواهش میکنم کمکم کن که دخترم رو پیداش کنم. بسیار خوب. با اینکه نمیدونم نسرین کجاست اما به خاطر عشقی که هنوز بهش دارم میرم میگردم و پیداش میکنم. درد نکنه موسیل نمیره الهی. مردای خارجی بعدشون میاد مرد ببوسدشون. ببخش موسیل. آقا اون لوله ها رو نگاه کنید. اینا شیر است اینجوری تو لوله ها میره؟ بله بابا. ایس چون یا؟ ببین شیر ها چجوری تو لوله ها میده بنده. به خدا عالیه. قربون دست بچت موسیل. بس مخمسه. با خود دی. تو رو خدا ببین ایب چی کار کرده؟ Kommen Sie hier, sehen Sie diese Seite, schön. Ich gehe jetzt hier morgen morgen. Ich gebe Ihnen ihn, Joe. Ich habe eine Absicht, ich gebe Ihnen, Joe. Ich gebe Ihnen, Joe. Das ist kalt in der Kabine. Denn die Milch kann gehen in diese Kabine. In hier geht schon kalt und die Maschine geht schon in Glas. Oh, da habe ich میگه وقتی شیر وارد این مخزن شد در اینجا سرد میشه و به وسیله دستگاه اتوماتیکمان به شیشه های پاستوری میگه. ای خدا رو زنده باشی موسیو دست درد نکنه. ای وای هوا داشته باش الان میزنه دمو.
شایسته منش با جد آوازی اینا چرا بعدش میاد مرد ماتشون والا قربان نمیدونم چی بودم دیگاه کن ببخشنا رفته بودم ویلا گلا را آهدم دیدم تلفن ویلا شما رو میخوان نفوشگاه آقا حالا میدونم برم اگه خانم وای خدا هشت و یه دقیقه چه کارش بکنم سلام شریف جون بچه ها کفر منو در آوردن که امشب باید بریم سینما سینما؟ بچه ها غلط کردن ما امشب هیچ کدومشون خوب نیستن همش بزن بزن است خب بابا جون بریم یه فیلم عشقی که ماچه بوسه داشته باشه خفشو ور پریدز حالا حواسش تو فیلم های عشقی و ماچه بوسه است بابا بریم فیلم بیسن بیسن که پس ساعت و بابادو بزنید دهترم با چاقو لطفار بکنی اصلا امشب سینما شلوغه بلیط گیر نمیاد فهمیدین بلیط گیر نمیاد من قبلا بلیط خریدم بازم بهانه هست بیاری اون سینما بریم چهار به من که فیلمش دیدم تو چابرو من همینجا میمونم به کارم برسم کی دیدی تازه امشب شب اولشه خیلی خوب بریم خدا رحمتش بود کی میگی گاوه همسایه‌مونو آخه امشب میخواد بمیره خواستم کمکش کنم نمیره خب بمیره به تو چه آخه حیفه است نمیدونی چه گاوی است چطوره به صاحبش تلفن بزنم که فردا بیادش گاوداری بگم دکتر معالجش کنه میدونی چه ثواب داره خیلی خوب تو زودتر تلفن بزن ما میریم تو ماشین خیلی خوب بریم بچه‌ها واسه این تلفن بردم اینجا بفرمایید این سویچ هم بگی برو زود در ماشین رو واکن خانم بچا بشن تو ماشین بود چشما بله متوجه منظورتون اینه که میخوای نیای چرا میام اما با اجازه شما ساعت 11 آخه والد آقا مصطفی و بچا همین حالا اومدن که اونها رو برشون سینما و تا بخوام سینما برگردم و یه بهونه جور بکنم میشه 11 باشه تا ساعت 11 هم صبر میکنم یالا مچا تون تون بخورید میخوای بخوابید نگاه کنه مثل من شریف امشب چیه چرا انقدر عجله میکنی کسی دنبالت کرده آره عزیزم غیر از تو چی میتونه برای دنبال کنه مخصوصا امشب که شب جمعه امشب خیلی سر حالم من دلم خود زود بخوابید دزود پشتی که میمورتم خیلی خوب امشب آفتاب از کدوم طرف زده سب کن بچه ها غذاشون تموم بشی بخوابم بعد ده بسته دیگه بابا جون مگه نمیدونین شب زیاد خوب نیست غذا بخوره میپکین کیهان زن روز مرد شب سیاه و سفید سفید و سیاه بدم خدمت دور برو یه ساعت دیگه بیا هنوز نخوابیدم پس یه لقمه بذار دهنم بگیرو برو آخ یه لقمه هم از خودت بده آخ جون زنی یه صحره جمع بکن و یه صحره هم یه اون رو پنج کرده پیشته پیشته پدر سگ هرچی میذارمش باز میاد عجب گربه این بعد جنسی هستا پیشته کدوم گربه بود؟ همون که اطلاعات چهرها میفروشه؟ تا موش چاق و چله مثل تو تو این خونه است این گربه اینجا رو ول نمیکنه بیا سفره جمع کن میترا جون بابا هنوز میخوری؟ دیگه نمیخورم امشب برای نیست بابام چه خیالی داده که میخواد ما رو زود بخوابونه بلند شدی؟ یالا تای بشقابا رو بده همون گربه بخوره بوده بینم
میدونی زریه خلاصه تا تکلیف منو معلوم نکنی من پاشته در این خونه رو ولکن نیستم عوضی 24 ساعت 28 ساعت میام اینجا بالاخره به خانم آقا گفتی حالا صد دفعه به خانم گفتم خانم که حرفی نداره اما مثل اینکه آقا زیاد دل خوشی است و نداره بله من خودم میدونم چرا آقا مخالف است برای اینکه آقا خودشون یه پاشون بر تو میلنگه داری ببین چشمه رو ارباب هی اربابا بیشترشون همینطورن کلفت های خوشگل میارن تو خونه که همه توبره بخورن همه زاخور ببین یکی نیست به این مرد که بوده تو خود زن و بچه داری یه لقمه کلفت رو بذار ما خلاصه بهت بگم من تو رو نسونم و داغ دو بدلی ارباب نگذارم بلکون معامله نیستم به خودم میگه تو این دنیا یه ارباب خوب پیدا بشه آقای توست من که در بس مخلصشم تو دنیا مگه یه روزمه فروش ناجنس پیدا بشه فقط تویی برای که فقط تویی که میای نصف شب و دم صبح هم روزمه میفروشی آقا به جونی شما امروز روزمه دیرسته بود من دارم حالا فوقلاده کار میکنم تو اومدی روزمه بفروشی یا فوقلاده داری عشق بازی میکنی اختیار دارین آقا آخه تو چی میخوای جونی کلفت ما آقا من جونش نمیخوام خودش میخوام که باش عروسی کنم البته با اجازه شما با عروسی کنی به خیال به همین آسونی مفتی میدمش ببریش من ده برابر وزن خودش پول خرج کردمش تا اینقدر شده اینقدر شیر گاو دادمش خوردش که الان خودش هم مثل گاو شده خلاصه دختره نمیتونی با جیبی خالی ورداری ببری مهریش زیاده پول رو کن تو منم کلفت رو بکنم چشم آقا مطابق نرخی روز هر چی باشد میدم مهریش چقدر میشه هرچی هست باید نقد بدهی فهمیدی؟ ده آقا میگه میخوایم گاو خرید و فروش کنی؟ زریم با گاوهای من هیچ فرق نداره همونقدر که گاوها بیرون برام استفاده دارن زریم تو خونه برای خانوم استفاده داره اون وقت بیا مفت و مسلم بدم به تو ببری؟ آقا کی تا حالا مهریه رو نقد داده؟ خیلی ها من که برای خودم نمیخوام میذاری تو بانک به حساب خودش چشم آقا این یکی قبول دارم مهریه چقدر میشه؟ حالا نصف شبی که وقت این حرفا نی برو فردا با پدر مادر بیا بشین با هم حرف بزن آخه من که پدر مادر ندارم اجازه میدین خودم تنها بیا خیلی خب تنها بیا اما یه دفعه دیگه نصف شب تنها بیا اینجا روزو بفروشی من میدونم و تو و این زری فهمیدی چش آقا خدا سعید نکم نکنه خیلی خب برو زری جون فردا همه کارا درست میشه دا ده بوم دیگه ما رفتم تو هم برو بخواب نصف شبی کجا تشریف میبری؟ من میخوام یه خورده هوا بخورم غذا زیاد خوردم باد کردم میخوام یه خورده پیاده روی بکنم باشید شب بخیر شب بخیر آقا تا حالا نشنیده بودین کسی خانمشو خواب بکنید و با ماشین برید پیاده روی ای زلیل شد بابا شما هم میرین دنبالی کار فوق العاده پس تو چرا امشب ماشین رو بیرون گذاشته؟ بهش برسونم زود برمیگردم فقط دلم میخواد خانوم نفهمه خلاصه شطور دیدی ندیدی باشد به شرط که شما هم بذاری من و شطورم آزاد باشیم ای بچه خیلی خوب تو با شطورت منم با شطورم خانوم نفهمه دارم خوش اومدین آقا آقا فرمایش دارم چیزست بله به اتاق 401 بفهم دایی دون بده دایی من؟ اسمشون چی؟ شریف درسته بله خواهش میکنم بگین تشریف بیارن بالا بی زحمته که زنده این در وا کنید سلام علیکم هنو چند ثانیه به 11 و یه دقیقه مونده است متشکرم بفرمین بشین بفرم یالله یالله خانم نمیدونی با چه زحمتی خودم اینجا رسوندم معذرت میخوام جدا معذرت میخوام باشه ببینم شما هم جدن میخواستی خودتون از این پنجره بندازین پایین؟ بله راه دیگه ای نداشتم خب ممکن است بفرمایین چرا؟ اصلا چرا با لباس عروسی فرار کرده این؟ آقای شریف شما دختر داری؟ بله دو تا دختر یکی 7 ساله یکی هم 4 ماه شیر خوری است یه پسر 6 ساله هم دارم شما مأمور آمار این؟ نه فقط سوال کردم مثل اینکه از تهرون که میمدین اصفهان با خانم و بچه هاتون بودید بله والد آقا مصطفی بود و دوتا بزرگا شیرخوری هم تو خونه پیش مادرم بود خدا ببخشدش خدا رفتگون شما رو بیامرزه
آقای شریف، اگه یه روزی دخترتون بزرگ بشه شوهرش میدی؟ خب بله، پس ترشیش میدازم. به کی شوهرش میدی؟ لابد به یه پسر خوب و تحصیل کرده. خب بله، پس میدمش به یه دختر خوب و تحصیل کرده. اما اگه به جای یه پسر خوب یه پسر خول و دیوونه ولی پولدار پیدا بشه، دخترتونو بهش میدی؟ بله که میدم. نفهمیدم، شما این وقت شب منو کشیدین اینجا که دختری منو شوهر بدین؟ دختر من تازه کلاس اول دبستان است. مثل که شما یه خورده حواس پرتی هم دارین ها. کاش 11:02 اومده بودم. آقای شریف من دیوانه نیستم، مخصوصا این سوال از شما کردم ببینم همه پدرای دنیا مثل پدر من یه جور فکر میکنن. مثل پدر من برای احساسات دخترشون ارزش قائل نیستن. مثل پدر من دخترشون در مقابل پول معامله میکنن. آیا همه پدرای دنیا دشمن شما رو یکی دخترشون هستن؟ من با پسری به نام کامران که دانشجوی دانشکده حقوق بود آشنا شدم و به هم علاقمند شدیم. اما پدر من به خاطر اینکه کامران دستش از مال دنیا تهی بود با ازدواج ما مخالفت کرد. میخواست منو به زور به عقد کسی در بیاره که از پول سرشار اما از مغز محروم بود. و من برای این فرار کردم که میدونستم هیچ وقت تو خونه این مرد خوشبخت نمیشه. آقای شریف شما خودتون پدر هستین، دختر دارین و بایستی درباره من درست قضاوت کنین. اما باید مواظب باشین قضاوتتون عادلانه باشه. باید مواظب باشین قضاوتتون دامنگیر خودتون نشه، چون شما خودتونم دو تا دختر دارین. دادگاه به نفع شما رأی میده و پدر شما رو به خاطر رفتارش محکوم میکنه، اما رئیس دادگاه شما رو نمیبخشه و گناهکار دونم میدونه. من چه گناهی کردم؟ چه گناهی؟ فرار یه دختر تک و تنها از خونه و کاشانه و پدر و مادر و ولو شدن تو بیابونه و هتل موتلا خودش بزرگترین گناه است، مخصوصا وقت که بنزین ماشین اون دخترم دزدی باشه. من تنها فرار نکردم، من اون با هم قرار گذاشتیم بیایم اصفهان با هم ازدواج کنیم. اما نمیدونم چرا کامران تا حالا نیومده. فکر میکنم اتفاقی براش افتاده. شاید هم عشقش تکشته باشه. نه خیر، اینطور نیست. خدا کنه. اهل داستان شما مثل من و زنم است. اما ما دیگه مثل شما خول نشدیم فرار کنیم. فداکاری کردیم تو درست شد. مثلا چیکار کردی؟ چیکار کردیم؟ اون روزا که من زن نداشتم، سرمایه‌ام نداشتم. فقط دو تا حلبی شیر داشتم که صبح به صبح می‌میدم در خونه‌های مردمو داد میزدم و شیر میفروختم. توی یکی از همین خونه زنم که اون روز دختر بود هر روز میمده ازم شیر میخرید. اولین دفعه که اونو دیدمش و شیشه شیر رو دادم دستش، دستام لرزید، شیشه شیر افتاد رو زمین و تق شکست. خلاصه تا یه سال روز یه شیشه میشکستم و پدر بی‌انصافش مخالفت میکرد و میگفت من دخترم بدم به یه شیر فروش دورگرد؟ نعوذ بالله. خلاصه عشق ما به حدی روز به روز شدیدتر میشد که ما روزی دو تا شیشه میشکستیم. دیگه چرا دو تا؟ آخه یکیش دستم میلرزید و میافتاد میشکست، یکیش هم از شدت عشق دختره میزدم تو سرم و میشکستم. خلاصه اونقدر شیشه تو سرم زدم شکستم تا کارم حل شد و عروسی کردیم. چجوری حل شد؟ هیچی، از بس شیشه تو سرم شکستم پدرش ترسید خونریزی مغزی پیدا کنم و خونم بیفته گردنش، مجبور شد دخترش رو دو دستی تقدیمم بکنه. حالا باید فهمید آیا آقای کامران عشق دون از این جور بزار داره که به خاطر شما روزی یه شیشه تو سرش خورد کنه یا نه. مرسی آقا، مرسی. زنگ نزنین، کسی خونه نیست. معذرت میخوام، نمیدونین کجا رفتن؟ چند روز رفتن زیارتی مشهد. شما کی هستی؟ این چه منزل خواهر منه. ببینم این دو روزه یه دختر ندیدیم بیاد اینجا، یه دختر تهرونی. چرا اومد؟ گفتم رفتم مشهد، خیلی ناراحت شد رفت. نفهمیدین کجا رفت؟ نه خیر، اتفاقا بهشون تعارف کردم بیان بالا، مثل اینکه ترسیدن و رفتن. میخواین شما تشریف بیارین بالا. متشکرم. دیگه نمیتونم تو هتل باشم. همه روزنامه رو خوندن و به محض اینکه منو ببینن میشناسن، مخصوصا مردم کنجکاو و زرنگ اصفهانی. به هر حال من یه ویلا خارج شهر دارم، پلو گاو داریم، هیچ کس هم توش نیست. این آدرسش نوشتم تو کارتم، اینم کلیدش است. میتونین چند روز برین اونجا تا آقای کامرانتون پیداشون بشه؟
این تنها کمکی است که من میتونم به شما بکنم. متشکرم. اما خارج شهر تنهایی چطور بمونم؟ تای ویلا در باز بشه تو گاو داریم. میتونیم روزا برای اینکه حوصله‌تون سر نره بریم با گاوا بازی کنیم. متشکرم آقای شریف. ولی من هر چی فکر میکنم نمیتونم اصفهان بمونم. پس میخوان چیکار بکنیم؟ الان یکی بعد از شب میترسم زنم قلب بزنه که دستش بندازه گردنم یهو ببینه جاتره و بچه نیست. اون وقت میدونی تکلیف من چی میشه؟ هر فکری میکنی زود باشین. تنها فکری که به نظرم رسیده اینه که هر چه زودتر برم شیراز خونه ای دوستم. اون توی بیمارستان کار میکنه. عالیه. اصلا بهتره همین حالا حرکت بکنید. این کار به این آسونی عملی نیست. آخه اشکالی کارم 1000 تومان پولی که یه مقداریشو بدم بابت هتل، بقیه‌اش هم پول بنزین مخارجم تا شیراز. بعدش هم خدا بزرگی. فکرم چطوره آقای شریف؟ خیلی خوبه. اما خیال داری 1000 تومنو از کی بستونم؟ کی از شما بهتر؟ من تازه میخوام پول بنزینمو چه از شما طلب کارم بستونم. حالا بیام 1000 تومنم دستی بدم؟ قسم میخورم هر چه زودتر پولتونو بهتون پس بدم. من قرض میخوام. از افشار صراف قرض بکنی خانم. شب بخیر. به سلامت. اما من به این سادگی ها نمیذارم از اینجا بری. مثلا چی کار میکنه؟ خودم رو بیبون صدی هتل معرفی میکنم. میگم عروسی فراری منم. گرونم راه دیگه هم نداشته باشی. چرا؟ یه راه دیگه هم هست. میگم باعث اخفال و فرار من از تهران آقای شریف رئیس کارخانه شیر پاستوریزه گلدشت اصفهانه. ده شیر ناپاک خورده؟ حالا بیا خوبی بکن. عجب نخاله هستی تو. تلفن نزد خانم، تلفن نزد بلند شو. من نخاله نیستم، ولی مجبورم برای نجاتم خودم رو به هر آب و آتیشی بزنم. 1000 تومان قرض میدین یا نه؟ خیلی خب، حالا تلفن نزنیم بشینیم با هم یه خورده صحبت بکنیم کنار. من حال حرف زدن ندارم. قرض میدین یا نه؟ لا. آره، حالا که مثل دوزا با هفته تسلیم کردین پول میدم. تا چشمم پور بشه دیگه در ره نباشم. بفرمایید. اینم 1000 تومن. اما حالا فهمیدم که دیگه به هیچ کس نباید خوبی کرد. حالا ممکنه از هفت دیره دونو قلاف کنه از خدمتون من مرخص بشم؟ آقای شریف، خیلی متشکرم. شما آقا ترین، شریف ترین، سخاوتمند ترین و با احساس ترین مردی هستین که من تا حالا دیدم. حالو ترین مردی که تو دنیا وجود داره منم. اصلا فیلم حالو رو من بازی کرده هم. شما گاو داری منو دیده؟ نه، پر گاوست. اما حالا فهمیدم من از همه اون گاوا گاوترم. گاوی که تو فیلم گاو بازی میکرد من بودم. شب بخیر. نه آقای شریف، شما یه انسان واقعی هستی. خوش به حال زنتون. کاش من اون شیشه های شیر از شما میخریدم. یه خورده دیگه وایستم ممکنه خیلی چیزا دیگه بده کار بشم. شب بخیر. شب بخیر. الو؟ با آقا. شما کی باشی؟ آه، خودشون میدونم. خیلی خوب، گوشی خدمتون. آقا، شما رو پا تلفن میخوان. چیست؟ یه خانم اسم شبیه بس خفش اون دیگه رفت شیراز. چرا میزنی آقا؟ الو، شما؟ نسرین؟ از شیراز تلفن میزدی؟ نه خیر، از همینجا اصفهان، از ویلای شما. چی؟ ویلای من؟ اونجا چرا رفتی؟ مگه قرار نبود بره شیراز؟ چرا؟ اما ترسیدم پلیس منو بشناسه بدتر بشه. اینی که با اجازه شما اومدم تو ویلای شما. شما غلط کردی بدون اجازه من رفتی تو ویلا. چجور رفتی اونجا؟ کلیدشو دیشب بهم دادی. آخه یادتون رفت اونو ببری. وای بیچاره شدم. ضعیف بلنش برو شیراز. من میخوام با علایانا بیام اونجا. تا من اینجا هستم که نمیتونین این کارو بکنین. فقط چون اینجا از شهر دوره، خواهش میکنم فکر یه خورده خوراک و سروسات برام باشی. با نشیدی من یه دفعه گفتم من و زن بچه میخوام بیام اونجا، تازه میخوای شما اونجا اتراق کنی؟ من گشنمه و این حرفام سرم نمیشه. تو این ویلا فقط چند تا شیشه سرکه است. اونا شراب کنه است. غیر از این شرابم هیچ اونجا پیدا نمیشه. به من چه مربوطه گشنده است؟ آقای شریف بی خود عصبانی میشی. من که حالا نمیتونم از اینجا بیام بیرون. فعلا فکر شکم گشنه من باشی. میدونین اگه من از گرسنگی تو ویلای شما بمیرم، با پیدا شدن جسدم چه درد سری برای آقای شریف رئیس کارخونه شیر پاستوریزه گلدشت اصفهان درست میشه؟ توت به گور پدر پدر زخ. واقعا چه دست شیطون از پشت بستی. گوش کن ببین چی میگم. حاضر نیستم چیز دیگه ای گوش کنم. پیروز تلفنم میکشم که از همه جا بیخبر باشم. اگه دلتون خواست من از گشنگی نمیرم، بیاین اینجا. خدافیز. الو، 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 توف برود بیا دختری بچه.
زری قلومه چیکار بکنم من؟ آقا میخوان منو زری بریم از اونجا بیرونش کنی؟ نه نمیشه، من باید خودم برم. سلمونی شلوغ بودش، منم سرمو شونه نزدم. خب نمیخواد. زری اساسو گذاشتی تو ماشین؟ بله خانم جون. چیه شریف؟ هیچی عزیزم، فدای سرت. نترسی ها. چی شده؟ هیچی، یکی از کارگرها الان از ویلا تلفن زد که تو رو خود هول نکنی ها. نه بگو چی شده، چی شده؟ تلفن زد که نگوند آقا، نگوند آقا، تو رو به خدا نگوند آقا، خدای نکرده خانوم. خب بگه نمیترسن، بگو. خلاصه موتور برق ویلا پوچیده است. خب به جهنم، ترسیدم، فدای سرت. چرا نداره؟ بعد از مدتی که میخواستم با زن عزیزم برم ویلا خوش باشم، باید یه همچین اتفاقی بیفته. حالا تا چند روز نه آب داریم نه برق. آه راست میگی. خب نمیریم ویلا. مردشور این شانس منو ببره. حالا گاوای زمون بستمون اونا چی میشن؟ اونا که نمیتونن بدون آب زندگی بکنن. عیبی نداره عزیزم، مثل که خدا نخواست تو جلسه انجمن خیریه رو که به نفع بیچاراست ترک بکنی. تو برو انجمن، منم میرم ویلا ببینم چطور شده. دلم گرفت در این کنج سرد تنهایی، شراب هم نکند چاره، درد
عاشقم عاشق زیبان منم، گرچه بیگان در این خان منم، خوشم که در پناه تو پناه دارم، مثال تو یه دوست سر به راه دارم. به 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 خوش اومدی، اومدی صفا بودی، رسم یاری و وفا چه خوش به جا بردی، شام به راه تو بود دینم گناه تو بود، چشام به راه تو بود اینم گناه تو بود، هر طور بخوای تند و یواش میرقصم، تو هر سازی بزنی باهاش میرقصم، دل داده کار به دستم حالا دیگه من سمستم، دل داده کار به دستم حالا دیگه من سمستم. درست معلومه است دیگه، این سه بوت شرابو تو توپ هم ریخته بودی پچیده بود. چی؟ خیلی ناراحتی، پول شراباتو میدم. نمیخواد بده، بذار بره همونجایی که بنزینه رفت، خندقی بلا. شراباش خیلی خوب بود، تمام ناراحتی هم برطرف شد. تو هم خیلی شراباش خوب بوده است که منو خوب میبینی. نه تو خوبی، انقدر خوبی که دیگه دلم نمیخواد در پیشت برم. با انگار هم مز شده هم سیما قاطی شده است. کامران جونه کجاست بیاد ببینه؟ من دیگه اونو دوستش ندارم، اون منو خونه و زندگیم جدا کرد و بعدش هم ولم کرد و رفت. اگه تو نبودی چی به سرم میمد؟ برای همینه که دوست دارم، دوست دارم. حالا بیرون من قشت کنم، من عاشقتم. تو غلط بکنه عاشق مرد زنید به چه دار بشه، خفشو آب سرد حال جا میاره، یه خود آب سرد بزنه صورت حال جا میاره، عشق منم از سر در میره. من دلم میخواد هموم. خیلی خوبه، این هموم اینم دوش دیگه، پس بیا لخشو با هم هموم کن. خفشو دست ننم درد نکنه، با هم لخشیم. تو خیلی هموم. خودم میدونم، کاش ساعتی 11:02 مونده بودم. باش کم گشنه این همه شراب کوف کرده است، باید یه خورده غذا براش فراهم بکنم. لالام لام لالام لام لیم لام دلام لام دلام لام دلام لام دلیم لیم دلیم لیم دلیم لیم دلیم لیم دلیم لیم دلیم لیم. نه صورتم رو شو سنده رو ما کن. وای دلاله بر شیطون هر بزاره. بله سلام خانم. نه خیر آقا، نمیدن. نمیدونم تو ویلا به سر آقا چی اومده، تلفنش هم جواب نمیده. الان که جلسه تموم شد من با تاکسی میرم اونجا. خانم شما تشریف بیاری منزل، من گلومی رو میفرستمش اونجا. منو؟ نه تو شیر بچه رو بده، مواظب اون دوتان باش، خودم میرم. ای وای گلومی گابمون زاید. خانم میخواد الان با تاکسی برد به ویلا. وای وای چه بد شد، اگه خانوم بره ویلا موچی آقا رو بگیره چه گندش در میاد. باخ 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 باخ، آقا رو هم طلاقش میده داره. چه کنی؟ تلفن ویلا هم جواب نمیده. خب میخوایی من ببینم خانوم این موتورت بنزین داره. آره آره چی تو میگه؟ یالا بودو روشنش کن بریم ویلا، باید قبل از اینکه خانوم برسه اونجا بریم به آقا خبر بدیم. تو هم حاضری؟ آره بیا بریم. اینم اتلاشو تو خیلی سنگینی ماشالله، فکر نمی کنم موتوری من تو رو بکشه دا. چرا میکشه؟ تو برو پس به چسبه. آخه حالا میکشه. بیچ به خودت بخی دیگه لغمه نون و ماست بخور. نظری خانم، نظری خانم، اون
مریم جون تو اون تر برو مگه نون نخورده؟ چرا خوردم داره نمیکشه، پس اقلا یه خورده شارژم بکن تا بکشم. آخه حالا میکشید اگه خودم هم نکشم موتوره میکشید. نسرین خانم بیا این حوله رو بپوش بخیز بیا قضاده بخور. وای خدا کیه زنی میزنه؟ تو باید ای وای آقا این که مرده است؟ خفه شد دختر زلیل شده بیهوش است. پس چرا خودتون نمیاین تو؟ زلیل شده من نامحرمم، برو یه چیزی تنش بکن دیگه. خدا شما مرداری میشناسید، تا قبل از اینکه من بیام شما محرم بودی، اما حالا نامحرم شده این پناه بر خدا. تو که چیزی میدونی خفه شو، یالا هوله رو بپیش بهش دیگه. چشم آقا راستی اون ماشینی که بیرون است مال کیه؟ مال همین دختره است. ای وای خوب شد گفتی تو خانم نیومده است، برم اینجا قایمش بکنم. گفت چی چی رو تنش بکنم؟ تو اینکی هست؟ من خود من زلیه پشونده به؟ بله آقا آزادیم، بفرمایین تو. آقا تا خانم نیمدن باید زود این جسد رو یه جا قایمش کن. چه دست به خیالت گونی برنجس میکشیش رو زمین؟ بلندش کن ببرش بیرون. یالا زهر مار مرز بخن همچی گیریه بندازم چه خودت پس بکنم. برو بیرون بیرون برو بیرون برو سب کنیم. آقا چرا رو صندوقه لیمو قش میکنی شما؟ جونم مر شده بگیریم بودیم زیر پام لیزه است. یالا ببینش بذارمش تو ماشین خود. خیلی خوب. کیه؟ خانم پیداشو؟ بله خانم اومدش خبرشو کنم. آقا جان خانم اومدش دیگه نمیشه دست اینجا بردش بیرون. پشکار میکنی؟ من نمیدونم. تو برو در حال قلفش کن. چشم آقا بودو برو تو یک کاری کن. چیکار حالا آبرو میزنم چیکار میکنم؟ خودم کجا قایمش میکنم؟ کجا دماغ زری چی تو شد؟ آقا با چی رفت؟ کوری بگه دختر بوخ بزن اقلم اردشو چشم رو ببرم. بلندش کن بلندش کن بلندش کن ببرمش تو اتاق خواب. کمک کن آقا یال خیلی سنگین اسم شد. زود باش گیرش تو گیرش تو بنام بریم تو بذاریمش رو تخت. نه آچه خالی است باید کنم زیر تخت. چی؟ زیر تخت کمک کن کمک تو بنام. آقا آقا میگم چطور بکنیمش تو کمد. چی؟ خوبه خوبه خوب پس کمک کنه کمک کن بلند شد نزود باشین آقا خوفه شد دیگه چی کار داری چی کار بکنه این قشرابو مف خوردی که از خودت نیست کادون چه از خودت نیست دختر بتره جلاهی برو تو وایستا سر جات دیگه آقا زود باشی دیگه تو برو خانمو سرگرمش کن نیاد تو آبرو نرسی چی میگین آقا خانم نباید منو اینجا ببینه چرا نباید ببینه آن راست بگو عجب خری هم تو از در زیرزمین فرار کن برو تو خونه رو چشم آقا رفتم خداحافظ شما وایسا سر جات بهتره که چقدر سنگین شدی چرا بف کردی شریف جونم میترسم منم میدونستم عزب تو موش میترسی همینجا باشه در من تا من برم مرگ موش بهشون بدم بیا همینجا واسه تکو نخور یا تا من بگم باشه باشه خودی کاش خودت بگم شریف شریف موشا چی شدن موشا دارم میان طرف آشپزخونه در ببند بوله رو ببیش به خودت نماز بخور نزده خانم
چری؟ هام به در زیر زمین چی کار داری؟ هیچی موشه رو کردمش رو پیزمی خیالمون راحت شد. چری خیلی ترسیدم. دیگه نترس عزیزم، شما زنها چطور از موش میترسین، اما از ما مردا که هزار برابر موشیم نمیترسین. بعدا برای که همیشه از من بترسید جیبامو پر موش میکنم. خیلی خوب، بریم خونه نهارو بخوریم و منم به کارام برسم. چی؟ باز بریم خونه؟ باز نقنق بچه ها؟ شری، چطور همینجا یه نهاری جور کنیم همینجام بخوریم؟ بعدش هم یه خواب حسابی، شبم میریم خونه. عجب برنامه ای؟ مگه برنامه امروزمون همین نبود؟ چرا؟ اما آخه بچه ها زری ازشون مواظبت میکنه. شریف جون میدونی زنی چقدر خسته شده؟ جونم سب کن چند تا سب برات بذارم حالا جا بیاد. آقا صدای چی بود؟ موشه دیگه. بریم خونه به ایترسا. دلش کن، تا تو رو دارم از هیچ کس نمیترسم، حتی گربه. بی‌تربیت، من رو تو زیر زمین زندونی میکنی؟ خانم کی باشن؟ ای آقا موشه استی بس بگو، به خاطر این خانم منو کرده بودی تو زیر زمین. حضرت علیه کی باشن؟ والا مثل این که پنده اینجا زیادی باشن. پس موتوری که ترکیده بود ایشون بود؟ خودت ترکیدی، حرف دهنتو بفهم و بزن. منو میزنی؟ من دیگه از ساعت یه دقیقه نمیتونم با تو زندگی کنم. حالا دیگه از این زنها تو خونه میاری؟ خاک بر سر. الان حسابتو میرسم. فیروز جون به خدا اشتباه میکنی تو. وای گسترسل برمیشه احوال سراخ سراخ هم بکنه. فیروز جون اشتباه میکنی به خدا اشتباه. اگه مردی وایسا. یه وایسا.
بکشمه. کجا در میری؟ بایستا بیانه کرده بری با خونه سراخ سراخت میکنم بی همه چیز. حالا دیگه از این لغمه واسه من میاری تو خونه؟ روزگارت سیاه میکنم. بیرزو بده من توفنگ و شوخی شوخی یا به چامی یتیم میکنی؟ توفنگ و ویل کنه احمد، من با تو شوخی نمی کنم. بیرزو به خدا اشتباه میکنی، سب کن بذار حقیقت من مرد بگم. تو دروغ میگی، حق بازه دقیق. بیا برو، من یه دقیقه دیگه با تو زندگی نمی کنم. بیرزو به خدا اشتباه میکنی، وایست حقیقت من رو بگم. فیروزه، فیروزه فیروزه، تو بی خود فکر میکنی، به خدا حقیقت غیر از اینه. وایستا فیروزه، فیروزه. زهر مار، انازیل. حالا دیگه برام میخندی؟ میبینی چه بدبختی برام درست کردی؟ چی کار کردم؟ دیگه میخوای چی کار بکنی؟ زندگیمو به هم زدی، بدنومم کردی، زنمم فراریش دفت رفت. این زن تو بود؟ پس ننم بود؟ وا، من فکر کردم دوست دخترت بود. یخ کنی همون بهتر که فرار کرد. حالا میتونیم بی سر خر توی خونه زندگی کنیم. صحیح، سگره تو دراش نیدارن سراغ خونه چند خدا رو بگیریم. خب پس خوابای برام دیدی که زندگیمو به هم بزنی، اما کور خوندی. من زنمو نمیدم صد تا مثل تو رو بسونم، فهمیدی؟ الان بهت میگم جاندرمری همه نزدیکی هاست، تحویله بزنم بری لادست بابا سر. عشقات بشم چطور شده؟ خانم دارد اساس و زندگیشو جمع میکند، گمونم میخواد از آقا طلاق بگیره. اه؟ طوری نیست، یه دقیقه گریه نکن ببینم. اینا اگه از هم جدا بشن تکلیف من و تو چطور میشه؟ خب معلوم است دیگه، منم باید از تو جدا شم. من و تو هنوز به هم نرسیدیم که جدا بشیم. اصلا اونا میخوان از هم جدا بشن، به من و تو چه مربوطه؟ به من مربوطه است. من از کوچیکی تو این خونه بزرگ شدم. من باید یکیشون انتخاب کنم، یا آقا یا خانوم. عقیده منو میخوای؟ منو انتخاب کن. منم که به دردت میخورم، منم که فدای هیکلت میشم، منم که در بس قربونی قد به قوارت میرم. آخه چی تو میتونم؟ گریه نکن، اگه بخوای گریه کنی یا بغضی منم میترکه. گریه نکن، برو خدا گریه نکن. مردشو این شانسی منو ببره. بعد از یه عمر یه لقمه کلبت پیدا کردم، دلمو به یه ذره گوشت بی استخون خوش کردم، دیگه کجا میتونم یک زنی 500 کیلو پیدا کنم؟ گریه نکن، گریه نکن دیگه. خیلی جونم سلام. خودم هم و حس انسان دوز مشروب بخوری. بهتر مشروب تو با همون فاسقت بخوری، حق بازی بی همیچی. خیلی خب یواش کسی هم طوری شده؟ فقط همین کارت اسم تو داشبورد ماشین بود.
احسان شریف، مدیر و مؤسس کارخانه شیر پاستوریزه گلدشت اصفهان. مردشو شانسی منو ببره. حالا که ما اومدیم تو این خونه، خانم آقا میخوان از هم جدا بشن. خانم، خانم، باشی ماما، خانم، عرض داشته. خانم، تو رو خدا این کارو نکنید. به خدا آقا تقصیری نداره. به خدا آقا مثل شیری کارخونهشون پاک و طیب و طاهرم. آره خودش بمیره. خیلی پاکه. دیشب با فاسقش تو ویلا خوابیده بود. بابا از کجا میدونین؟ شاید از هم جدا خوابیده باشن. تو دیگه خفه شو. خدا شما مردا رو میشناسین. دلم برای این ذریه بیچاره میسوزه که پس فردا تو چه بلایی سرش در میاری. نونی مرام داره داجور میکنه دا. تو گوش به این حرف نده یا من یه چیز دیگه. بله آقا اومدم. باز که شما دو تایم این دفعه دیگه چه فرماشی داری؟ آقای شریف هستن؟ بذارین از خودشون بپرسم ببینم هستن؟ اما نه نیستن، خانومشون هستن. بگو خانومشون بیان اینجا. خانوم، دو نفر با شما کار دارن. اگه نیستین تا بگم نیستن دا. چطور شده است؟ آقا خلافی ازشون سر زده؟ شما چی کار هستین؟ من نوکر این خونه هستم. آقای شماره دو. پس به تو مربوط نیست. نه بابا. ببخشین خانم، آقا هستن؟ من چه میدونم کدوم قبرستونیه؟ به هر حال دختری که با شوهر شما آشنا بوده دیشب با ماشین افتاده تو رودخونه و کشته شده. بوی جسدش هم آورده. شاید عمدن اونو کشتن. به هر حال کارت اسم شوهر شما توی اون ماشین بوده. به آقای بیچاره چه مربوطه؟ کارت اسمی آقا تو جیبی منم هست. پس با منم ارتباط داشت. فضولی موقوف. راست میگه. هر جا کارت شوهر من هست دلیل نمیشه که هر اتفاقی بیفته پای شوهر منم تو کار باشه. بله. دختر چه وقت مرد؟ دیروز بعد از ظهر. ما از اینکه میخوایم شوهر شما رو ببینیم برای اینکه میخوایم مطمئن بشیم که آیا زنده است یا به اتفاق اون دختر هر دو کشته شدن. خلاصه اگه شوهر شما زنده است بفرمایید فوراً برای توضیح به آگاهی بیان. باشه. خداحافظ. مشرف. شریف یا تو خونشه یا فروشگاه یا تو گاوداریشه. تو همینجا اطراف خونه باش. هر وقت پیدا شد فوراً بیارش آگاهی. چشم. ما میریم فروشگاه، بعداً میریم به گاوداری. باشه. شریف نمورده. اون تو ویلاست. برای اینکه دیشب تلفنی با من حرف زد. خیلی هم مست. پس به شما ثابت شد که آقا و اون دختره دیشب با هم تو ویلا نبودن؟ آره، پس چرا پا نشد بیاد خونش؟ ای آدمی که شب مشروب میخورد معلوم است فردا صبحش تا لنگی زور خوابه. خانوم، تو برای آقا پا پوش درست نکردن بهت نجاتشون بده. هیچ وقت به خاطر خیانتی که به من کرده و با این دختره دوست شده نمیبخشمش. خانم جون، اون دختره که دیگه مرده است. بله آقا، یه غلطی کردن تو تموم شد و رفت. اون موقع دختره زنده بود، حالا که مرده است به مردش که نمیتونن تجاوز بکنن. بله، هرچی بود تموم شد خانم. بسیار خوب. به خاطر آینده بچه ها کمکش میکنم که دومش تو تلو میده. آفرین باریکلا. من رفتم ویلا. علومی نوزر یک کارا داره درست شد. به خیر گذشت. علومی دلم جوش میزنید. تو نمیای یه سری بریم ویلا؟ چرا میام؟ موتورت بنزین داره؟ نداشته باشه دم پشت گردنم سوارت بکنم. بیا بریم قربونت برم. میترسم نکشه دا. برو میکشه. پس به چسب من؟ بیا. آه حالا میکشه. با کمال تأسف باید عرض کنم که گرفرندتون مردن. یعنی نمردن دو سقط شدن. گرفرندم کدوم جونه بریست؟ دوست دخترتون عرض میکنم. بله آقا، همون یارو نصف شبیه رو میگن مرحوم شد. خدا رحمتش کنه که نزدیک بود زندگی شما رو به هم بزنه. به من چه که مرده است؟ چی؟ دختره مرده است؟ کی؟ کجا؟ چه وقت؟ دیروز از که از اینجا تشریف بردن با ماشین افتادن تو رو. هنوزم جسدش پیدا نشده. وای خدای من، چه بدبختی. بیچاره دختره، باعث مرگش من شدم. اگه فوشش نمیدادم، اگه تهدیدش نمیکردم، اگه دعواش نمیکردم، تو حال محسی قهر نمیکردم سوار ماشین بشه بره بیفته تو رودخونه. پلیس هم همینو میگه، منتها فکر میکنن شما عمدن اونو سر به نیست کردین. بله آقا، تو الانم دارن در به در دنبالتون میگردن. و تا بخواین ثابت کنین که شما نفلش نکردین، مدتی باید اون تو آب خنک بخورین. آره آقا جون، تو رو خدا بخیزین برین یه جایی قایم شین، ممکنه زن اونا سر برسن. بله آقا، شما اگه خودتون به فکر خودتون نیستین، حداقل به فکر زن و بچه دون، به فکر منو زریه باشین. بله. آخه کجا برم؟ برو تو باغ حیدر قلی، اون با تو خیلی دوسته، کمکت هم میکنه. بله آقا، خیلی خوب جاییست. میتونین چند روز اونجا باشین تا آبای زاسیا بریزه. منم کلیه جریان و مو به مو هوه به هوه بهتون خبر میدم. خیلی خوب، من رفتم باغ حیدر قلی.
آقای راننده کمی یواشتر بریم، رادیو نیست، منم. بسم الله الرحمن الرحیم. تو خودتی یا روح هدس؟ من خودم. پس تو نمردی؟ هنوز نه، اما اگه شما بخواین میمیرم. پس تو اینجا تو ماشین من چی کار میکنی؟ جن؟ دیروز وقتی افتادم تو رودخونه خوشبختانه طوری نشدم. قبل از اینکه کسی منو ببینه از آب در اومدم و یه راست اومدم تو ویلا. دیدم که شما مست مستی. منم رفتم تو هموم و همونجا خوابم برد. حالا زودتر برو باغ حیدرقلی. تو از کجا میدونی؟ وقتی خانمتون اومدن و خبر کشته شدن منو اونطور با آب و تاب به شما دادن، منم حرفای شما رو شنیدم و از پنجره ویلا اومدم تو ماشین. جلل خالق، به چه شیطون؟ خب میخواستی بیای به من خانم بگو که اینجا یه نمردی؟ آخه ترسیدم فوراً منو تحویل پدرم بدی. یعنی شما نه، اما خانمتون حتما این کارو میکرد. خب پس حالا چطور نمرده زنده ای؟ دیگه دلیل نداره ما بریم فرار بکنیم. برمیگردیم میریم تو ویلا به آقای تلفن میزنیم که تو نمردی. خواهش میکنم تو ویلا نریم، خانومتون از من عصبانیه، منو تحویل پلیس میده. خواهش بی خواهش، خواهش کردی، ام کردی، تهدم کردی، کلا سرم گذاشتی، پدرم در آوردی، اما دیگه فایده نداره، باید به پلیس خبر داد. من نمیذارم بری ویلا. ویلا جو عجب روی داره. تو فرمون الان چم سمپاین. خب بنداز. بچه رو معطلی ده بنداز. میترسم آقای شریف. معلومه است. مرد میخواد خودش بندازه پایین. تو که زنی، زنم نیستی، دختری. من خر شدم اون شب باور کردم خواست خودش طبقه چهارم بندازه پایین. خواهش تو سر خرم. یالا بیا پایین، بیا پایین، من باید تلفن بزنم همه را تکلیف رو معلوم کنم. یالا بیا پایین، یالا بیا پایین. ای وای، اون دختره که مرده بود چجوری زنده شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قلومی میترسم. الحمدلله رب العالمین. اینجاست خوب است نفس. آقای شریف خواهش میکنم، یالله تو رو خدا تلفن نکنین. آقای شریف اگه تلفن نکنم الان میام منو به اسم قاتل تو میگیرندم. من که نمردم، میبینن که من اینجام. تو رو به نظر به جرم قایم کردن تو پدرمو در میارم. نمیذارم تلفن کنین. آقای شریف شما رو به خدا اقلا کمکم کنین برگردم تهرون. تهرون برای چی؟ پدرت اینجا هتل اسوان است، این یارو به سر عاشق سینه شاکتم اینجاست، البته تو زندون. زندون چرا؟ پدرت به جرم اخفال فرار دادن تو ازش شکایت کرده است. انصاف، پدرم کار خودشو کرد. آقای شریف کمکم کنین، به خاطر خدا کمکم کنین، خواهش میکنم. دیگه نمیتونم، به خاطر خدا، به خاطر همین قلب بی‌صاحب شده بود که اینقدر کمکت کردم. زنم از دست دادم، بددوم شدم، آبروم رفت، پلیس هم داره در به در دنبالم میگرده. من باید تلفن بزنم. آقای شریف صبر کنین، التماس میکنم بی انصافی نکنین. فکر کنین منم دختر شما هستم، چرا میخواین منو بدبخت کنین؟ شما خودتونم دختر دارین، باید فکر سعادت و آیندهش باشین. هیچ وقت نمیتونین به زور وادارش کنین خونه ای کسی بره که بدبخت بشه. آخه من با دختر شما چه فرقی دارم؟ چه فرقی دارم؟ شریف این دختر راست میگه، باید کمکش کرد. تو که اینقدر سنگ دل نبودی عزیزم، به من ثابت شد که این دختر هیچ گناهی نداره. چه کمکی؟ بگیرم دیره پلیس در و در تعقیب منه که منو بندازه زندون. پلیس وقتی بفهمه تو این دختر رو نکشتی دیگه کاریت نداره. فرض کنی پلیس منو ولم بکنه، تو چه ولم نمیکنی که هزار جور تهمه به من این دختر بیچاره میزنی؟ نه دیگه خیالم راحت شد، همه چیزو فهمیدم. پس دیگه به من سوء ظن نداری، بهم اعتماد داری؟ آره. دیگه بهم وصله میچسبونی؟ پس بهت ثابت شد که من مثل شیر کارخونه پاستوریزه هستم؟ آره عزیزم، بهم ثابت شد تو پاکترین و شریفترین شوهر دنیا هستی. تو یه شوهر پاستوریزه هستی. همون طوری که منم یه شوهر پاک و استلیزه هستم. آقا پلیس ها اومدن، پس باید چی کار بکنیم؟ همون که گفتم، باید کمکش کنیم. خیلی خوب، پلیس ها سرگرمش کنیم، ما میریم با هم با به هیدر خوریم. بیا بریم بلا، برو در باز کنیم. چشم خانم. شما که تو خونه بودین چی شد قفلتن اومدین اینجا؟ بلا ما
اغلب روزا میایم ویلا، بهتر از سر و صدا و شلوغی شهر. به هر حال بهتره جا و مکان شوهرتون رو به ما نشون بدین، چون ممکنه خود شما هم بیافتین تو دردسر. چاره دردسر هم که یه آسپیرین. تو ساختمون کسی نیست، فقط این پوکه فشنگو پیدا کردم، بوی تازگی هم میده. درسته خانم، این گلوله که از تفنگ خارج شده؟ دیروز من به شکار خیلی علاقه دارم. چی شکار کردین؟ اینجا همه جونوری پیدا میشه، حتی خرس. اینها نمونهش هم اینجا وایساده. بالاخره معلوم میشه که با این گلوله خرس شکار شده یا انسان. متشکرم، خداحافظ. الو، بفرمایید. خودم هستم دارم. آقای دارم، من از دوستان کامران هستم. حاضرم اگه زندون آزادش بکنین معامله شما بکنم. چه معامله‌ای؟ دخترم که از دستم رفت، نمیخوام سر به تن کامران باشه. اشتباه میکنید، دخترتون نمرده است، اما تو چنگ ماست. میخوایم باش حرف بزنین؟ بیارش جلو. بیارش جلو، یلا یلا پدرت حرف بزن. پدر جون سلام، من نفسینم. نه نزنید، تو رو خوده نزنید. جونی شما نمیگه آجا نیا کسی توی بابا زنده هستی؟ آره پدر، مگه صدامو نمیشنوی؟ اما کش مرده بودم و به چنگ این خدا نشناسا نمیافتادم. خفشا یلا نزنینش، بی انصافا. از جون دختر من چی میخوای؟ یه دفعه گفتم در مقابل آزادی کامران دختر رو آزاد بشه، ولی اون دنیا میبینیش. خودم اشتباه کردم دیگه، نزنی. بسیار خوب، دخترم رو شکنجه ندیشن، آدتون رو قبول میکنم، قبول میکنم. حالا شدی آدم حسابی. پس گوش کن، اول ساعت با ساعت من میزونش بکنم، درست نه و نیمه است. بله درسته، درست ساعت من نه و نیمه. خب فردا صبح اول وقت بلند شی میری زندون، رضایت میدی و کامرانو میاریش بیرون و سوار ماشین خودت نه، سوار یه تاکسی میشین و دوتایی میایین. خیلی خوب، کجا بیارم تحویلش بدم؟ هر کجا رو تعیین کنید، با کمال میل کامرانو میارم خدمتتون. سر ساعت دوازده فردا کامرانو میاریش جلفا جلوی کلیسای ارمنه، تحویلش میدی و دخترتون رو تحویل میسونی. البته باید مواظب باشی، اگه بخوای کوچکترین اطلاعی به پلیس بدی، نه تنها دخترت اون دنیا میبینی، بلکه عجله خودت هم سر میرسه. چشم، مطمئن باشین ابدا به پلیس اطلاع نمیدم. ساعت دوازده با کامران خدمت میرسم. خداحافظ. احمقا. چی بود آقا؟ رفقای کامران توطئه چیدن. الو خانم، آگاهی رو بدید، فهمیدین؟ بله آقا، فوتی آب شدم. بارکلا. اما قلومی دیگه سفارش نکنم آقا. خاطره دون جمع باشد آقا، من به خاطر عشقی زریه تا کنم. فروشی، ما معامله میکنیم. آقا محضر مهریه رو 500,000 تومان بنویس. اطاعت میشیم. آقای دارا، معامله به نفع شما تموم شد. گمونم با 500,000 تومان 500 سال دیگه به عمره او اضافه میشه. اما فکر نمی کنم با بودن دادگاه خانواده و قضاوت صحیح میون دعوای زن و شوهر، این پولو برای پدر و مادرهای تمامی مثل شما یک شای ارزش داشته باشه. مهم سازگاری بین زن و شوهر است که بتونن تا آخر عمر با هم زندگی کنن. برم به پلیس اطلاع بدم. آره زودتر برو خبر بده. ببین اما به اونا بگو فقط میتونن در جشن عروسی دخترم شرکت کنن. چشم عقل منو باز کن. خدا رو شکر. چیزی نیست، تو چیزی نیست. نه عزیزم، اگه اینا منو کشته بودن بازم به خاطری تو زنده میشدم. آقا تموم شد؟ بله آقا، به مبارکی و میمنت تمام تمام شد. پس آقا خواهش میکنم کاری ما دوتا هم به مبارکی و میمنت تمومش کنیم. شما ها دیگه کی هستیم؟ ما مالی اون اتاقا بالا نیستیم، مالی اتاقا همین پایینیم. کلفت و نوکری میخواییم زن شوهر بشیم. همینجا بیشیدین تو زود سیغه ما دوتا هم جاری کنی. نعوذ بالله، من فعلا وقت ندارم، باید برم. گوش کنین آقا، من کتک زیاد خوردم، عصبانی هم هستم. کاری نکن که تلافی اون دوتا هم تو دلی شما درارم. زود دفتره رو بازش کن و ما دوتا هم فوری به هم حلاله بود.
آخه آقا جون. حالا درست شد آقا جون، آقا جون ندارد. یا انکهت و وزه وست و یا دندونا دا میریزم تو دهنه ده. آخه پسر عزیزم بی خودی که نمیشه، دو نفر شهود لازم داری. قولم آقا درست میگن. برای شهودم ناراحت نباشین. عوض دو نفر ما چهار نفر شهادت میدهید. بسیار خب شما موافق باشین دیگه حرفی. همین حالا این دو نفر زن و شوهر. آقا پس بفرم بشین همین جا بنویسید. بیان اینم شناسنامه‌مون از دیروز تا حالا حاضرش کرده ایم. مهریه و شیربها. ما فقیر و بیچاره که مهریه و شیربها نداریم. دو سیر نبات و یه جلد کلام الله مجید کلش میشه 26 تومن و 2 داره درش. بسیار خوب جانم، ما که حرفی نداری. بنویسین ده. همین الان صیغه عقد شما رو جاری میکنم. عجله نداشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. پوشیده مکرمه محترمه معظمه مجلله زری فولاد نشان، آیا حاضری شما رو به عقد دائم آقای غلام غلام زاده؟ یال نجل اینا چقدر عجله داشتن. من این طوری خاطر جمع کرده.